خب شاخص‌های اصلی شیوه اجرایی این پروژه اینه که توی هر شهری که این پروژه باید اجرا بشه توی بک‌گراند باکسمون یکی از نمادهای اون شهر رو می‌بینیم، یعنی پشت به یکی از نمادهای اون شهر باید اجرا بشه این پروژه. شاخص اصلی این کار عروسک گردانی زیر آبه. یکی از شاخص‌های دیگه اینه که ما همیشه میمیک عروسک گردانمون رو می‌بینیم و میمیک عروسک ما همون میمیک عروسک گردانمونه. عروسک گردان ما به عنوان نوازنده هم عمل میکنه، اما نوازندگی رو با استفاده از میمیکش انجام میده. یعنی ما با استفاده از موشن کپچر سیگنال های ورودی آسیلیتور سینسایزرمون رو از میمیک عروسک گردانمون میگیریم و این باعث میشه که عروسک گردان باعث بشه ما احساسات عروسک رو بشنویم. از ویدیو مپینگ هم استفاده میکنیم، یعنی از پروژه موسیقیمون که سکونس یک موسیقی الکترونیک لایوه خروجی ویدیو مپ هم میگیریم و این ویدیو مپ روی حجمهای رندومی که توی تاریکی هستن و در حالت معمولی دیده نمیشن پروجکت میشه و این باعث میشه که یک ویدیوی در هم شکسته بدون شکل‌های منظم رو ببینیم. یک جورایی احساسات عروسکمون رو هم داریم می‌بینیم و خیلی جالبه که عروسک گردان همزمان با اینکه داره نوازندگی می‌کنه یه جورایی داره نقاشی هم می‌کنه با میمیکش و همین ویدیو مپ رو شکل میده. ویدیو آرت هم توی کار هست و ما یه جورایی نقاط اصلی داستان رو با استفاده از ویدیو آرت روی نماد اصلی شهر که توی بک‌گراند باکسمونه پروجکت میکنیم. ایده اصلی این پروژه 2 یا 3 سال پیش به ذهنم رسید با دیدن مستند باغ سنگی، اما از اون شیوه اجرایی خیلی فاصله گرفتم به خاطر اتفاقایی که توی جامعه‌مون افتاد، تأثیراتی که روی من داشت، روی اطرافیانم داشت. اینا همه باعث شد که خیلی چیزا قیچی بخوره از روی این ایده و یه جورایی برسه به هسته مرکزی خودش و به نسبت اتفاقایی که هر روز، خبرایی که داشت می اومد و اتفاقایی که می افتاد، یه چیزی به این پروژه اضافه می شد، یه مفهوم، یه داستان کوچیک واسه یه جایی از این پرفورمنس. اما اینکه می خواهیم دقیقا چی رو بگیم، ایده اصلی هلوهوش آرمان شهر می چرخه و اینکه آیا اصلا وجود داره، آیا میشه بهش رسید، اینا جوابهاش رو باید مخاطب ها خودشون پیدا کنن. ما جوابی رو ارائه نمیدیم به خاطر اینکه من عقیده دارم مواجهه با پرفورمنس برای هر شخصی با کسای دیگه فرق میکنه، بستگی به بک‌گراند فکری اون شخص یا حتی مود اون آدم توی اون لحظه داره. به خاطر همین پایان ماجرای ما، پایان پرفورمنس ما، اومدن مخاطبای جدیدن، عوض شدن تماشاگران و در واقع ما پایان آنچنانی نداریم.